ترامپ طرح خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را به مجلس ارائه نکرد. به نقل از فیسبوک میرویس استانکزی، جو بایدن که در امریکا تا کنو که بریالی شوم نو افغانستان بله نقشه او را ککرم او در پاکستان یو ولایت بیکرم. وزارت دفاع طالبان در 24 ساعت گذشته در 28 ولایت حمله کردن و هشدار سازمان ملل از حضور اعضای القاعده در میان گروه طالبان. به نام خداوند مهربان و با عرض سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. ایالات متحده مکنون در حدود 4500 سرباز در افغانستان دارد. ترامپ اخیراً گفت که قرار است تا کریسمس تمامی این نیروها به امریکا برگردند. کمیته دفاعی مجلس نمایندگان امریکا می گوید که اداره رئیس جمهور ترامپ برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تا اکنون هیچ طرح به این نهاد ارائه نکرده است. آدم سمیت رئیس کمیته دفاعی مجلس نمایندگان امریکا می گوید که طرح خروج بیدرنگ نیروهای امریکایی از افغانستان اطلاعی ندارد. پیش از این رئیس جمهور امریکا و مقامهای دیگر حکومت این کشور از خروج نظامیان امریکایی تا پایان سال جاری میلادی از افغانستان سخن زده بودند. از سوی دیگر منابع از ایتهای مذاکره کننده صلح در دوحه می گویند که زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا با ایتهای دو طرف دیدارهایی داشته است و قطر نیز همچون تسهیل کننده این روند چندین طرح را از نمایندگان دو هیئت میان آنان رد و بدل کرده است. امیر محمد خاکسار عضو مجلس نمایندگان بیان داشت ایالات متحده امریکا باید صادقانه بالای طالبان فشار وارد کند تا این مذاکرات نتیجه خوب در پی داشته باشد. تمیم نورستانی معاون جریان سیاسی محور نیز افزود ما باید در حال تعرضی می بودیم، بعض جاها را می گرفتیم، فتح می کردیم که تا طالبان را مجبور می ساختیم تا بر میز مذاکره بنشینند. همزمان با این شمار از زنان که در یک نشست آنلاین سازمان ملل متحد شرکت کرده بودند درباره احتمال از دست رفتن حقوق زنان در مذاکرات صلح ابراز نگرانی کردند. زرقای افتلی رئیس بنیاد پژوهش قانونی زنان و کودکان اظهار داشت ما عمیقا نگران هستیم که حقوق زنان میان طالبان و حکومت افغانستان همچون یک ابزار چانه‌زنی کار گرفته خواهد شد. این کار به زیان حقوق بنیادی ما خواهد بود و نقشمان را در آینده این کشور نادیده خواهد گرفت. همزمان با این شمار از اعضای نهادهای جامعه مدنی افغانستان در نشست آنلاین دیگری که با اعضای پارلمان اتحادیه اروپا داشتند بر آتش بس عمومی در افغانستان تاکید کردند. فضیله هورزاده فعال حقوق زن تصریح کرد آزادی هایی را که در جریان این 18 سال برای ما داده شده و حضور ما در جامعه و حضور ما در سیاست این ارزش ها باید حفظ شود. با وجود خواست های ملی و بین‌المللی برای کاهش خشونت ها و رسیدگی به اختلاف ها از رای مذاکرات، هنوز مذاکرات اصلی دو طرف در دوحه آغاز نشدند. و همچنان به نقل از فیسبوک میرویس استانکزی، جو بایدن که در امریکا تا کنو که بریالی شم نو افغانستان بله نقشه او را ککرم او در پاکستان یه ولایت بیکرم. وزارت دفاع طالبان در 24 ساعت گذشته در 28 ولایت حمله کردن. بیش از 40 روز می شود که هیئت های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه سرگرم رایزنی ها درباره آغاز رسمی مذاکرات صلح هستند. همزمان با سرنوشت ناروشن مذاکرات صلح در دوحه بخش‌هایی از 28 ولایت کشور در یک شبانه روز اخیر گواهی حمله‌های طالبان و رویدادهای ضد امنیتی بودند. از این میان شورای ولایتی کندز می‌گوید که حمله پنجشنبه شب طالبان بر شهر کندز به جان باختن یک تن از نیروهای دولتی و زخم برداشتن 3 تن دیگر از این نیروها انجامیده است و هنوز هم در بخش‌های از حوزه دوم نبرد میان دو طرف ادامه دارد. ربانی عضو شورای ولایتی کندز گفت از دیشب به این سو جنگ های شدیدی میان نیروهای دفاعی نظامی و طالبان ادامه دارد که در نتیجه به تعداد 3 تن از نیروهای دفاعی مجروح و 1 تنشان جان باخته است. از بابت این ناامنی در شهر کندز که جنگ اکنون در منطقه کندک عنایت جریان دارد مردم نگرانی دارند. انعام‌الدین رحمانی سخنگوی پلیس کندز نیز اظهار داشت
حملات گروهیشان را راه اندازی کرده بودند که خوشبختانه با مقاومت شدید نیروهای امنیتی روبرو شدند. در نتیجه 8 تن دشمن، 6 تنشان کشته شدند و 2 تنشان زخمی و حمله ایشان به عقب زده شده است. وزارت دفاع ملی می گوید که ولایت های اروزگان، بادغیس، بدخشان، بغلان، بلخ، پکتیکا، تخار، جوزجان، خوست، زابل، سرپل، غزنی، غور، فاریاب، فرا، کابل، کاپیسا، کندز، قندهار، کنر، لغمان، لوگر، وردگ، ننگرهار، نورستان، نیمروز، هرات و هلمند ولایت هایی هستند که در یک شبانه روز گذشته گواهی حمله های طالبان و رویدادهای ضد امنیتی بودند. روح الله احمد زی سخنگوی وزارت دفاع ملی بیان داشت طالبان در 24 ساعت گذشته در بخش های 28 ولایت بر مراکز و پاسگاه های نیروهای دولتی حمله کردند که نیروهای دولتی ما هم حملاتشان را دفع کردند و تلفات سنگین به آنان وارد شده است. در همین حال شمار از شهروندان کشور تأخیر در آغاز مذاکرات رسمی صلح و نیز ادامه خشونت ها را در کشور نگران کننده می دانند. نصیر احمد اندیش سفیر و نماینده دائمی افغانستان در ژنو اظهار داشت هر روز که تلفات زیاد می شود بی‌اعتمادی و ناامیدی مردم به رسیدن به پروسه صلح زیاد می شود و هر کسی که بخواهد در آینده سیاسی افغانستان مطرح باشد این یک نقطه مثبت نه بل یک نقطه ننگین و سیاه خواهد بود. هشدار سازمان ملل از حضور اعضای القاعده در میان گروه طالبان. اما هنگ کننده تیم نظارتی سازمان ملل بر گروه داعش، القاعده و طالبان از حضور چشمگیر اعضای شبکه القاعده در میان گروه طالبان هشدار می‌دهد. ادمون فیتون براون در گفتگوی با بی بی سی می‌گوید که شبکه القاعده کارهای نظامی و آموزشی زیادی را با طالبان انجام می‌دهد. این مقام سازمان ملل متحد تاکید می‌کند با آنکه طالبان در توافقنامه‌شان با آمریکا تعهد کردند که رابطه‌شان با گروه‌های جنگجوی خارجی در افغانستان قطع می‌کنند، اما این گروه و شبکه القاعده کارهای نظامی و آموزشی مشترک انجام می‌دهند و این رابطه تغییر نکرده است. به گفته امان کننده تیم نظارتی سازمان ملل بر گروه داعش، القاعده و طالبان، گروه طالبان در آستانه امضای توافقنامه با ایالات متحده با شبکه القاعده نیز تعهد کردند که این دو گروه متحد خواهند ماند. القاعده به شدت با طالبان پیوسته است و آنها کارهای نظامی و آموزشی زیادی را با طالبان انجام می‌دهند و این تغییر نکرده است. بیعت رهبر و جنگجویان شبکه القاعده با رهبر گروه طالبان، پخش تصاویرهای جنگجویان القاعده در ولایت پکتیکا. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بوده جهان سپاس. ویدیوهای ما را کامل لایک و سابسکرایب نمایید.